یازدهمی سلام، وقتتون بخیر باشه. کنکوریا سلام ویژه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه خدا مشغول انجام کارهاتون باشید. امروز اومدم خدمتتون، میخوام چند تا نکته رو الان که آخرای بهمنه براتون بگم، امیدوارم که به درد کارتون بخوره. این روزا زمزمه هایی که از بچه ها میشنویم اینه: خسته شدیم، سردرگمیم، آشفته ایم، چی میشه؟ اگه نشه چی؟ اگه اون چیزی که میخوام نشه چی؟ خب جواب این سوال ها خودش کلی وقت و انرژی میخواد، درسته؟ بهترین چیزی که فکر میکنم الان باید بچه های 12 و کنکوری ها بهش فکر کنن اینه که من چی کار میخوام بکنم؟ مسیر رسیدن به کنکور چند وقته؟ برای طی کردن این مسیر چه کارهایی باید انجام بشه؟ فکر میکنم تقریبا 4 ماه مفید در اختیار دارید. از این 4 ماه باید نهایت استفاده رو ببرید. چند تا نکته نسبتا کوچیک خدمت شما میگم، امیدوارم که به کارتون بیاد. اولین نکته اینه که شما یه بذری رو کاشتید تحت عنوان هدف. یه بذری رو کاشتید، حالا هر روز میری بازش میکنی ببینی ببینم جوانه زد، ببینم جوانه نزد، دوباره سرشو خاک می‌ریزی. وقتی هی از نظر روانی آشفته میشی، این انگار که اون خاکو میزنی کنار، بذره رو در میاری، خب این آسیب میبینه. کاشتیش، تموم شد، حالا آب و نور و همه اون چیزایی که براش احتیاجه رو باید فراهم بکنی. یعنی هدف رو ولش کن، متمرکز نشو رو هدف، متمرکز رو روش سیستمی که داری روش کار میکنی، اون سیستم رو درستش کن. حالا چجوری این سیستم رو درست کنم؟ یکی از چیزهایی که به شما کمک میکنه بچه ها، ایجاد عادتهای کوچولوی خوبه. ببینید، مثلا یکی از عادتهایی که تو این موقع از سال من به بچه ها میگم انجام بدین، انجام حرکات ورزشی بچه ها. مثلا 2 تا 5 دقیقه صبح، 2 تا 5 دقیقه عصر شما ورزش بکنید. مثلا ورزش های کششی، نرمش، هر چی که دوست دارین، ولی انجامش بدید و خودتون رو موظف و وفادار به این کار انجام، به این کار قرار بدید. ببینید، شاید بگین حالا چه کمکی میکنه مثلا 4 تا 5 دقیقه، چه کمکی میکنه؟ انجام بدید، نتیجه خود گویای این مطلبه که چقدر کمک میکنه، چقدر آرام میکنه شما رو از نظر روانی، چقدر کمکتون میکنه. یک این نکته. نکته دوم صبوری کردنه. این تمرین میخواد. وقتایی که خیلی خیلی آشفته اید، آشفتگیتون رو روی برگه بنویسید و بندازید دور. میدونم الان خیلیاتون میگین بارها این کارو کردیم نشد. خب بارها که چند بار؟ 1 بار، 2 بار، 5 بار؟ انجام بده، چه اشکالی داره؟ شما فکر کن نتیجه توش نیست، ولی کارهای علمی، دستاوردهای علمی نشون میده که اینا نتیجه میده. اعتماد کنید بهش. پس آنچه که شما رو آشفته میکنه یادداشت بفرمایید و بریزیدش دور. صبوری رو تمرین کنید. بعضی از بچه ها به من میگن که ما خیلی غر میزنیم. خب اشکال نداره غر بزنید، انرژی منفیاتون رو بریزیم بیرون، ولی ادامه دار نشه. نکته سوم، روزایی که وقت هدر دادید، ساعتهایی از روزتون خراب شد، دیگه این رو نذارید پیوسته بشه، خرابتر بشه. مثل یه دوچرخه سواری که داره دوچرخه سواری میکنه، داره رکاب میزنه، برای لحظاتی دوچار آسیب دیدگی شد، حالا یا خودش یا دوچرخش یا هر چیزی، برای دقایقی از جادهی که داره درش میرونه میاد کنار. خب برگرد سری به جاده، برگرد به کاری که داری انجام میدی، خودت رو موظف کن. هیچ کسی به غیر از خودت نمیتونه شما رو موظف به انجام وظایفی که خودتون تعیین کردین باشه. هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه، فقط شما هستید و اون حس وفاداری و علاقمندی به رسیدن به بهترین برنامه، رسیدن به بهترین اجرا در اون برنامه، این فقط شما رو جلو میبره. نکته بعدی به نظر من، هر صبح کاراتون رو یادداشت بفرمایید. حالا ممکنه بگین ما برنامه ریزی داریم، مثلا باید این کار ریز، برنامه روزانه‌تون رو حتما یادداشت بفرمایید. ساعت
به نظر من حتی تفریحتون رو، هیچ اشکالی نداره تفریحات کوچک داشته باشید، یادداشت کنید. یادداشت کردن استرس شما رو کم میکنه. یه نکته، حالا نمیخوام بگم مشاوره‌ای، خوشم نمیاد بگم مشاوره‌ای، دوست دارم بگم یک نکته علمی میخوام خدمتتون بگم، اونم اینه که اگر شما تصمیم بگیرید هر روز یک زمان کوتاهی رو به بعضی از دروس اختصاص بدید، به شما خیلی خیلی کمک میکنه در دراز مدت. مثلا لغت معنی ادبیات، اگر روزانه یک رو یک ساعت خاصی رو، حالا اگر بشه با مامانتون، اگر بشه با پدرتون، اگر بشه با خواهر یا برادر، نشد با خودتون، این حفظ لغت و املا رو داشته باشید. حالا تجربه من نشون میده که شاید آخر شب بهترین فرصت باشه. یا بعضی از بچه ها به من اینجوری گزارش دادن که ما بعد از شام که خیلی حوصله نداریم، سنگین شدیم، یه رو این کار رو انجام میدیم، بعد میریم مثلا یه دو ساعت سه ساعت بسته به زمان شام شماست. این رو برای لغت معنی من به بچه ها توصیه میکنم. در مورد درس دین و زندگی هم من اصرار دارم به بچه ها که شما هر روز بین نیم ساعت تا 45 دقیقه دین و زندگی رو داشته باشید، حتی اگر دین و زندگی هر سپایه رو تموم کردید، یعنی حتی اگر دینیتون تموم هم شده، با این حال باز شروع کنید به خوندن و دوره کردن. لابلای اون نکته های شاید بشه گفت مشاوره‌ای، دلم نیومد اینا رو نگم، زیستشناسی رو هم حتما جدی بگیرید. تو برنامه‌تون حتما 3 ساعت 3 ساعت و نیم 4 ساعت زیستشناسی هر روز دارید، اما من به بچه‌های خودم توصیه می‌کنم که اگر میتونن، یعنی توصیه اکیده، روزانه نیم ساعت مرور زیستشناسی ماه‌های قبل تو برنامه‌شون باشه، یا جمع‌بندی فصول مرتبط به هم، مثلا مبحثی که تو 10 و 11 و 12 مرتبطن به هم رو روزانه نیم ساعت مطالعه بفرمایید. این کار در دراز مدت توی 4 ماه باقی مانده خیلی به شما کمک خواهد کرد. اما نکته دیگری که خیلی خیلی به شما کمک میکنه اینه که عادت هاتون رو نهادینه بکنید. الان همین چیزایی که برای شما گفتم در مورد درس زیست‌شناسی، دین و زندگی، ادبیات، سعی کنید یک عادت مؤثر و همه روزه باشه. حالا ممکنه یه نفر بگه من از دین و زندگی خوشم نمیاد، اشکال نداره، بین دوتا درسی که دوست داری دینی رو بی زحمت ساندویچ کن، حالا هیچ اشکالی نداره، دوستش هم نداری، به هر حال تو این مسیر باید ازش استفاده بکنی. خیلی چیزا تو عالم وجود داره که من و شما دوست نداریم ولی نمیتونیم ازش اجتناب بکنیم. شما بعدها در موقعیت قرار میگیرید که آدمها، اتفاقات، حوادث، چیزهایی رو باهاش برخورد میکنید که اصلا دوستش ندارید، ولی مگه میتونید فرار کنید؟ همیشه که نمیشه فرار کرد که. پس باهاش تعامل بکنید، کمترین آسیب به ما برسه، بیشترین راندمان و بازدل داشته باشید. یه چیز دیگه هم خواستم بهتون بگم، اونم اینه که بچه ها نتیجه خیلی از اوقات با تأخیر میرسه. اگر این اصل رو بپذیرید و اون نکته‌ای که من خدمت شما اول گفتم، بذر رو کاشتی، حالا هر روز خاکش رو نده کنار نگاهش کنی، یعنی صبور باش تا بعد از تأخیر نتایج عالی برات رقم بخوره، این اتفاق خواهد افتاد، مطمئن باشین. اگر که رفتارهایی رو دارید که آسیب زننده هست، مثلا عموماً غلط‌هایی رو دارین که هی داره تکرار میشه، سعی کنید عادت‌های خوبی رو جایگزینش بکنید. حالا ممکنه بگین چجوری عادت‌های خوب رو جایگزین بکنیم، اینا رو سعی میکنم در یک ویدیو دیگه برای شما مفصل توضیح بدم، چون وقتی ویدیو طولانی میشه شما حوصله‌تون ممکنه سر بره. امروز ازتون میخوام صبوری و وفای به عهدی که با خودتون بستین رو سرلوحه کارتون قرار بدین. انشاءالله که همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید.